آقای امیر اشاره کردن 55 دقیقه است. خب شما پس بنابراین بی‌لطفی کردی به تلویزیون اندیشه. نه حالا شایدم من اشتباه کردم. بله. یعنی 50 دقیقه است میگن. بله 50 دقیقه است و تا به امروز هم هیچ بی‌لطفی به ما نشده تلویزیون اندیشه و جناب امیر و دیگر دوستانی که در کارگردانی برنامه نقش دارن، آقای کاردان و دیگران، همیشه جانب این برنامه رو داشتن و با اینکه شاید موافق باشن یا نباشن ولی به هر حال کار حرفه‌ای در این زمین انجام دادن و من سپاسگزار مهر ایشان هستم. همه کار خود شما حرفه‌ایه، برای اینکه بر اساس اسناد و مدارک سخن میگید، حتی ممکنه گاهی علیه خودتون هم باشه. یعنی باید راستی ها رو گفت، راستی ها رو با مردم در میان نهاد و این راستی ها حتی اگر با دیدگاه های انسان همسو نباشه ولی بر رو باید راستی های تاریخ رو با مردم در میان نهاد و من این رو خدمت شما میگم که در من با یک برداشت بررسی تاریخی رو آغاز میکنم و با یک برداشت دیگری اونو به پایان میرسانم. بسیاری از برداشت هایی که من در درازای این 30 و اندی سال 40 سال پژوهش تاریخی داشتم دگرگونه شده و خیلی چیزهایی که میاندیشیدم اونی نیست که امروز فکر میکنم. من شاید 35 سال پیش در مورد تیمورتاش فکر میکردم یک آدم بسیار بی ربط و فرومایه بوده، امروز فکر کنم یکی از برجسته ترین کادرهایی بوده که در دوران رضاشاه توانسته دست به کار یک رشته کارهای بسیار برجسته و مدرن بزنه. انسان دچار تحول میشه و درست هم این هست که ما بپذیریم. زنده یاد محمد مصدق سخت با تقی‌زاده دشمنی داشت ولی راستی این است که تقی‌زاده یکی از ستونهای استوار مدرنیته ایران به شمار می آید و مصدق هم یکی از ستونهای استوار قانون مداری و استقلال ایران و یک راهی باید پیدا کرد که این مجموعه انسان‌هایی رو که ما باشون آشنا میشیم در درازای تاریخ به مردم ایران شناسان و گفت ما یه انبوهی از آدم‌های سازنده این کشور پشت سر داشتیم و امیدواریم در آینده هم داشته باشیم. جناب امینی موافقت دارید که در باب نقش بازرگان و سازمانش در ایجاد جمهوری اسلامی باز هم گفتگو کنیم؟ چون مطالبی که در هفته گذشته فرمودین خیلی تازگی داشت. با کمال میل. حتما. میدونی که من یه جا نوشته بودن 20,000 مصاحبه تا کنون کرده حسین مولی، پسرم چند دفعه اینو خوند گفت 20,000 مگه ممکنه؟ براش حساب کردم. نه درسته، فکر کنم 10,000 تاش با من بود. نه با هم خیلی گفتگو داشتیم، یعنی بله چند سال بود؟ 5 سال در رادیو. بله 5 سال در رادیو. یه دفعه رفته بودیم کوهنوردی اون بله کو... منو در کشوندین با سلفون. ما در رادیو دست کم 40 برنامه در هر ماه داشتیم، در هر سال داشتیم دست کم و خب 5 سال یعنی خودش در 200 مصاحبه است. ولی خب شما چند تا مصاحبه تاریخی دارید جناب مهری که هیچگاه فراموش نخواهد شد، که به نظر من ماندگارترین اونها اون دو مصاحبه است که شما خلخالی رو گرفتار کردید و اون من یک بار هم به شما گفتم که در اون مصاحبه با خلخالی شما اوریان اورینا فالاچی بدون مو هستید و واقعا خیلی خوب کار کردید. خواهش میکنم. شما اگه بگین دیگه. نه خب ببخشید اون رو نمیگم که اوریانا فالاچی از یه جنس دیگه هم هست، اینو بر آقای امینی عزیز، بر صورت ما سوژه این هفتهمون رو حفظ میکنیم. بله. هفته بعد ادامه خواهیم داد دنباله گفتگو پیرامون نهضت آزادیش. حتما حتما. خب آقای امینی، هفته پیش اگر خاطرتون که حتما هست، خاطر شنوندگان گرامی باشه، یک شنونده‌ای
به نظرم از درون ایران بود. بله. اسمشون هم متاسفانه یادم رفته. درباره نقش سیا و تماسهاش با قشقایی ها پرسش کرده بود که شما پاسخ دادید. ولی به نظرم رسید که بهتر است که اصولا در باب ایلات و عشایر ایران و نقش مثبت یا منفیشون در تاریخ ایران یک برنامه بگذاریم، همین برنامه که الان آغاز کردیم. جناب بوری، شما اشاره کردید هفته پیش به این، یعنی اشاره گذرا داشتید، فکر کنم پیش از برنامه بود، به ایمیل این همیهن گرامی برای من هم رسید و اگه اجازه بدید من تقریبا خود ایمیل رو برای شما بخوانم. بفرمایید. برای اینکه با هم صحبت میکردیم اینجا برنامه امروز، ایشان در واقع میگویند که در این اسناد تازه سیا آیا گواهی هایی درباره همکاری رهبران قشقایی، یعنی خسروخان و ناصرخان قشقایی با سازمان سیا در دستشون، نام این دو تن در این اسناد آمده به درازا چندین بار و پرسش کردن که آیا من میتوانم این بخش از اسناد رو، ناروشنی ها رو روشن گردانم. اگه موافق باشید با همین پرسش برنامه امروز رو آغاز کنیم. خواهش من بفرمید. ببینید، در این همیهن گرامی، در این اسنادی که اینک در دست ما، اسناد تازه منتشر شده سازمان سیا، گواهی های زیادی هست که سازمان سیا و ماموران اونها در ایران یک پیوندهای بسیار بسیار دوستانه با رهبران قشقایی داشتن و روی اونها حساب میکردن، خیلی نزدیک حساب میکردن و در دست کم 20 گزارش در این دوران پر از گرفتاری در ایران، یعنی از هنگامی که زنده یاد محمد مصدق نخست وزیر شده تا پایان کار مصدق، دست کم در 20 گزارش از سفارت ایالات متحده آمریکا در ایران و پایگاه سیا در ایران گزارش های درباره این نشست و برخواست ها با سران قشقایی در دست هست. حتی در یک مورد هنگامی که خانواده ناصرخان قشقایی برای بیماری به نیویورک می آید، به گونه ای با ایشان رفتار می کنند که مانند خانواده سلطنتی است، خانواده پادشاهی است، خیلی با احترام زیاد. سیای بسیار بسیار دل مشغول رفتار با سران قشقایی و بختیاری در ایران بوده. این البته به گذشته هم باز میگردد، یعنی دولت بریتانیا و ماموران اینتلیجنس سرویس هم در این سودای روابط با سران ایلی در ایران بودن. اونها بیشتر با بختیاری ها نزدیک بودن، یعنی انگلیسی ها. باز میگردد مسئله روابط انگلیسی ها با سران بختیاری به روابطی که ایجاد میکنن و قراردادی که میبندن نزدیک به 100 سال پیش با دولت، با سران بختیاری، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس با سران بختیاری برای پاسداری از لوله های نفتی و صادرات نفت از مسجد سلیمان به سوی جنوب، به سوی جایی که کشتی های انگلیسی میتوانستن نفت رو تحویل بگیرن، و پیمانی است که روی برگ کاغذی نوشته شده و سند انگلیسی اون خیلی مفصل‌تر هست، ولی خب سران قشقایی، سران بختیاری روی برگ کاغذ ساده ای اون رو امضا کردن. بریتانیا بیشتر با بختیاری ها نزدیکی داشته و این رو با اسناد ما میدانیم، ولی سیایه کوشش کرده در میان قشقایی ها که بزرگترین گروه ایلی اون منطقه ایران بودند و شاید سرتاسر ایران، در میان اونها نقش ایفا بکنند و نفوذ داشته باشند و آدمهایی رو هم به میان اونها فرستادن و گزارش های این آدم ها هم موجود است. آنچه که من در پاسخ به این همیهن گرامی میتوانم بگویم این است که در پایان کار روشن است که در اون هنگام به ویژه خسروخان، خسرو قشقایی یا خسروخان نقش ویژه‌ای داشته و در پاره از نشست هایی که سیایی هم گزارش داده برای پیشبرد منافع ایالات متحده آمریکا، خسروخان شرکت داشته. این جزء گزارش هاست. ولی در پایان کار نشان می دهد که این گزارش ها که خسروخان
تا پایان کار با مصدق باقی مانده و در آخرین نشستی که با خسرو قشقایی داشتن او گفته که من وفادار به دولت مصدق باقی خواهم ماند و اینها مستند است. یعنی نشان میدهد که CIA کوشش در نفوذ در میان قشقایی ها داشته و خسرو خان هرگز حاضر تن در نداده به اینکه از مصدق جدا بشود و تا پایان کار با مصدق میماند. البته ناصر خان سندی در این باره در دست نیست، ولی میدانیم که در همون دوران 28 مرداد به بهانه شکار به شیراز رفته، به پیرامون شیراز. ولی در مورد خسرو قشقایی هیچ جای گفتگو نیست که اسناد نشان میدهد که هرگز به همکاری با CIA تندر نداده و کوشش زیادی برای جلب او شده، ولی در کنار زنده یاد محمد مصدق مانده و از جنبش ملی شدن سند نفت از نهضت ملی پشتیبانی کرده. آقای امینی، یه سؤال لغوی، آیا تفاوت‌های محتوایی یا ساختاری میان سه واژه ایل، عشیره و طایفه وجود داره در تاریخ ایران؟ جناب موری، شما خیلی خیلی بیشتر از من با زبان عربی آشنا هستید. خواهش می‌کنم. واژه‌های مانند طایفه، عشیره و قبیله، اینها اساساً از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. ما در ایران پیش از اسلام با پدیده به نام عشیره و قبیله روبرو نبودیم. ما با آمدن اقوام آریایی و اقوام غیر آریایی در ایران آشنایی داریم، ولی زندگی در فلات ایران، در اون پهنه ایران اون زمان، زندگی ایلی نیست. زندگی ایلی یا زندگی عشیره‌ای، زندگی چادرنشینی و گذر از یک مانند کاری که بختیاری ها با قشقایی میکنن، قشلاق و ییلاق و رفتن از گرما و سرما، و زندگی چادرنشینی است. تاریخ ایران پیش از اسلام، یعنی دوره از دوره ماد بگیرید تا بیایید اشکانیان و هخامنشیان و ساسانیان، زندگی اسکانیافته یا شهری است. یعنی ما شهرهای بزرگ در ایران داشتیم و اگرچه اینها از ساختارهای قومی متفاوت به ایران آمدن، ولی زندگی عشیره‌ای به مفهوم این واژه یا ایلی نیست که زندگی چادرنشینی و کوچی است. این واژه‌های مانند طایفه، عشیره و قبیله از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. در فرهنگ عرب ما با قبایل بزرگ عرب روبرو هستیم. دو قبیله بزرگ در تاریخ عرب، قحطانی و عدنانی، در فرهنگ های جامعه شناسی امروز عرب دست کم 300 طایفه یا 300 زیر قبیله یا طایفه در این دو خاندان بزرگ عرب، یعنی عدنانی و قحطانی، شمارش شده. 300 قبیله که برخ، یعنی در اینها در واقع دو تیره بزرگی هستند، یکی شمالی و دیگری جنوبی، و تمام این مردم عرب امروز امارات، کویت و دیگر بخشا، اینها همه از این دو تیره در واقع جنوبی و شمالی برمی آیند. برخی از اینها که شاخش جنوبی بودند حتی به ایران وارد میشن در دوران آمدن اعراب از راه جنوب و در ایران باشنده میشوند و ساکن میشوند و ایرانی در واقع بخشی از فرهنگ ما میشوند. شیبانی ها کیا بودن؟ شیبانی ها از اعراب شمالی هستند، یعنی از قبایل اعراب شمالی هستند، و خود این 300 قبیله به هزاران عشیره تقسیم می شود. طایفه، نزدیکترین واژه به طایفه یا آل، خاندان یا دودمان در زبان فارسی است که متاسفانه در، یا شوربختا باید گفت، در زبان امروز ایرانی ما اینها همه رو با هم قاطی می کنیم. طوایف عرب، طوایف بختیاری، در حالی که در
اون ساختار فرهنگی دنیای عرب طایفه یک زیربخش عشیره است و گروه کوچکتری به شمار می آید، مانند این میگوین آل حسین یا آل احمد یا آل علی. این آل همون دودمان یا خاندان است. این واژه‌ها در زبان فارسی نبود، برای اینکه ما در زبان فارسی پیشینی اون رو نداشتیم. تیره داشتیم، ما تیره و تبار داشتیم. تیره و تبار و تش، در امروز تش در میان بختیاری ها هست. تش در واقع همون طایفه است، اون میگن تش. یا یه واژه‌ای در زبان بختیاری است به نام کرباو یا آره با کرباو ببخشید کرباو، یعنی آل، یعنی خاندان. واژه ایل کاملا ترکیه مغولی است و در ترکیه مغولی این واژه نخستین بار در ایران در دوران سلجوقی به کار گرفته شده. در پاره از نوشتارهای دوره سلجوقی است، ولی در دوره ایلخانان مغول هست که در ایران روان شده و پذیرفته شده. ایل شدن یعنی فرمان بردار شدن، مطیع شدن. میگویند ایشان ایل شد، یعنی به این ایل، به این گروه پیوست. از این روز که ما در فرهنگ امروز ایران واژه ایل، ایلات، اشیره، اشایر، طایفه، توایف، همه اینها رو با هم درآمیختیم و به گونه‌ای بهره میگیریم که هیچ حساب و کتابی نداره. مثلا میگون ایل قشقایی، ولی اشایر وقت ایل قشقایی اشایر بختیاری، معلوم نیست چرا این گونه بررسی میکنیم. اینها واژه‌هایی است که بر روی در زبان فارسی مانند بسیاری از واژه‌های سیاسی، واژه‌های تاریخی دیگر به گونه‌ای به کار گرفته شده که ما امروز نمیتوانیم از هم جدا بکنیم و درست تشخیص بدیم، در حالی که در زبان عربی در بررسی ساختار جامعه ایلیاتی عرب یا جامعه عشیره‌ای قبیله‌ای عرب خیلی دقیق به اینها پرداختن و خیلی با جزئیات به اینها نگاه میکنن، چون به هر حال فرهنگشون بوده، تاریخشون بوده، ساختار اجتماعی اونها بوده. ساختار اجتماعی ما پیش از اسلام ساختار ایلیاتی نیست، ساختار ایران پس از اسلام هست که به رفته رفته ایلیاتی شده. آقای امین، یک ارزیابی از نقش بختیاری ها در زمان مشروطه به دست بدهید، آیا مثبت بوده یا نه؟ ببینید، اجازه بدید من برگردم به تاریخ، برای اینکه این نقش بختیاری ها در نقش بسیار مثبت بختیاری ها در گرفتن تهران و سپس نقش دیگر اونها در ماندگاری در تهران رو باید با زمینه های تاریخی مورد بررسی قرار داد. کشور ما پس از آمدن اعراب مسلمان به ایران و مسلمان شدن ایرانیان و آمدن گروه های گسترده ای از طوایف و عشایر عرب به ایران، آمدن به ویژه به خراسان و سرزمین های از این دست، دگرگون شد. خیلی ها میپرسن که چرا مثلا اعراب به بخش های از ایران آمدن که مثلا به آذربایجان یا گیلان و مازندران نرفتن، چون بزرگان عرب، اشراف عرب یک دلبستگی ویژه‌ای به شترهایشون داشتن. شتر بخشی از فرهنگ عرب بود و این رو به عنوان منفی من به کار نمیبرم، به عنوان بخشی از فرهنگ این جامعه به کار میبرم. و در نتیجه کوچ اونها همراه بود با آمدن گروه انبوری از شترهای اونها، و تنها شاید در خراسان و بخشهای از فارس و اصفهان بود که این شترها میتوانستن در پیرامون سرزمینهای خشک مرکزی ایران یا بخشهایی از خراسان زنده بمانند. در آذربایجان و گیلان و مازندران جایی برای نگهداری از شتر نبود، و این است که بیشتر کوچ اعراب به ایران پس از آمدن اعراب مسلمان و چیرگی اونها بر ایران در بخشهایی از ایران است که با زندگی بیابانی عرب پیوند نزدیک داره. و این رو من باز میگم به عنوان نکته منفی نمیخوام بگم، به عنوان واقع تاریخی میخوام بگم.
سپس پس از اسلام دوران آمدن اقوام یا گروه ها و دسته های اینی یا به اون گونه که من راحت تر هستم بگویم تیر و تبارهای ترک زبان و ترکیک به ایران باز شد. بخشی از اونها در فلات ایران میزیستن، مانند اونهایی که دولت غزنوی رو شکل دادن که از جنوب کابل برخواسته بودن. برخی از اونها یک مهاجرت مهاجمانه به ایران داشتن، مانند سلجوقیان. و سپس راه دیگر گروه ها باز شد. بخش های بزرگی از خوارزم و سرزمین هایی که پیشتر سرزمین های فرهنگ ایرانی بود رفته رفته دستخوش لشکرکشی اقوامی شد که در سرزمین های بیرون از خوارزم، بیرون از میان درود میزیستند و اینها رفته رفته این سرزمین ها رو گرفتند و سپس بر ایران چیره شدند. سلجوقیان، خوارزمشاهیان، پیش از اونها غزنویان و سرانجام مغولان. روی هم رفته باید گفت که پس از شکل‌گیری دولت غزنوی در ایران، پای گروه‌ها و تیرها، تیر و تبارهای ترک زبان و ترکمان تبار به ایران باز شد. البته واژه ترکمان رو خیلی ها بر این باورند که به ترک مسلمان شده ترکمان میگفتند، ولی به هر روی این گروه ها پایشون به ایران باز شد و بخشی از فرهنگ و زندگی و تارپود ایرانی شدند و حتی مغولان و تیموریان و پس از اون هم همه دولت هایی که در ایران به فرمان روایی رسیدند، جز زندیه که گروه لورتبار بود، دیگر گروه هایی که در ایران به فرمان روایی رسیدند، اینها همه تیر و تبار ترکی داشتند. شاه اسماعیل صفوی اگرچه خودش از نقطه نظر زندگی شخصی و یا تیر و تبار شخصی ترک نبود، ولی بر گرده ترک تباران، نه طایفه ترک باشنده در جایی که امروز ترکیه، مرکز ترکیه است، در آناتولی، اینها به ایران آمدند و در واقع توایر قزلباش رو درست کردن و دولت هایی که پس از اون هم به وجود آمد، از دولت افشار گرفته تا دولت قاجار، یکی از این خاندان های ترکی بود که بر ایران چیره شده بود. این است که ما با یک ساختار ایلیاتی در ایران روبرو بودیم. برخی از این ساختارهای ایلیاتی در ایران پیشتر از آمدن مثلا مغول ها بود. ما در مورد تاریخ قشقایی آگاهی هایی داریم، ولی خب مورد تردید است که یک گروه گسترده ای از ترکان آمدند و ترک زبانان آمدند در کانون در واقع فلات ایران باشنده شدند و بخشی از فرهنگ ما شدند. بختیاری ها پیش از آریایی ها در ایران میزیستند و دیگر گروه ها هم باید گفت که ما روی هم رفته در ایران ما با دسته های ایلیاتی گوناگونی روبرو هستیم و ایران پیش از مشروطه ایران ایلیاتی است و موضوع فرمان روایی یا ساختار فرمان روایی پس از مشروطه هم پایان دادن به این ساختار ایلیاتی است. با این پیش درآمد که خدمتتون گفتم، از شما خواهش می‌کنم یک بار دیگر اون پرسشی رو که در پیش از سخن من گفتید تکرار کنید که رشته کلام از ذهن خوانندگان گسسته نشود. فکر کنم منظورتون اینه که پرسیدم بعد از ارزیابی شما از نقش بختیاری ها در زمان مشروطه. نه، من هنوز به نقش اونها نپرداختم. یه پرسش پیشتر داشتیم، ولی خب چون گفتید میخواید من خودم توضیح بدم. بفرمایید. ببینید، در مشروطه واقعیت این است که پس از به توپ بسته شدن مجلس یک بنبستی به وجود آمد و رفتند دشمنان مشروطه تبریز رو محاصره کردند و در اونجا هم شکست خوردن و پس از شکست اونها بود که موضوع گرفتن تهران پیش آمد و سه گروه در گرفتن تهران درگیر شدند: مجاهدان تبریز که البته خیلی دیرتر به تهران رسیدن،
اونهایی که زیر مجاهدان گیلان فرماندهی سردار است، سردار زیر فرماندهی یکی از رهبران گیلان بودن، سپهدار معروف، که او در واقع آمد به طرف تهران و گروه گسترده‌ای که در گرفتن تهران نقش اساسی داشتن و اون بختیاری ها بودن، سردار اسد و برادرش سمسام السلطنه. البته خود سردار اسد در گرفتن تهران نقش نداشت، ولی برادر خودش سمسام السلطنه راهی تهران کرد و اینها در واقع بر تهران چیره شدند و خواهر اونها هم بی بی خانم بختیاری در این رزمارایی نقش بسیار مهمی داشت. پرسشی که در این باره در دست است این است که دولت مشروطه به یاری بختیاری ها گروه آمده از تبریز رو که بیشتر مجاهدان مشروطه بودن، مجاهدان تبریز بودن و گروهی از قفقازی ها رو، اینها رو خلع سلاح کرد و در یک ماجرای معروفی که در باغشاه به وجود آمد برای خلع سلاح اونها زنده یاد ستارخان جنگ و جدالی پیش آمد. بله بله، تیر خورد و پس از این تیر خوردن پس از مدتی درگذشت. ولی بختیاری ها ماندن در تهران. ماندن بختیاری ها در تهران یک نوع نابسامانی ایجاد کرد، چون یک نیروی مسلح در تهران وجود می داشت، یک نیروی بسیار توانای مسلح وجود می داشت که دولت مشروطه بدون اونها نمی توانست کار بکنه. حتی معروف است که در یک نشست مجلس شورای ملی، نشست در دولت دوم مشروطه، سمسام السلطنه که آدم زیاد دانایی هم نسبت مسائل نبود، تهدید کرده بود یکی از نمایندگان مجلس رو، اسکندری رو، که اگه با دولت او مخالفت بکنه میداد بختیاری ها سر او رو ببرن، که این خب با فرهنگ مشروطه دشمنی داشت، ولی این فرهنگی بود که فرهنگ ایلیاتی بود، واردی تهران شده بود و این فرهنگ ایلیاتی با آنچه که مشروطه میخواست به وجود بیاورد سر ستیز داشت. یعنی باید گفت که به این معنا که پیش از اینکه دیگران به جان مشروطه بیفتند، مشروطه خواهان به جان مشروطه افتادند و با جایگزین کردن نیروی مسلح بختیاری، اون کوششی که برای پایان دادن به یک ساختار غیر ایلیاتی مدرن شهرنشینی در ایران داشتن رو خود اونها در واقع شکست دادن. یعنی وقتی میگیم که ارزیابی شما از نقش بختیاری ها در مشروطیت یک سر مثبت نیست، منظور همینه. بله کاملا درسته. یعنی بختیاری ها در گرفتن تهران، در واژگون کردن دولت محمد علی شاه، بسیار بسیار جایگاه بلندی داشتن. سردار اسد یکی از برجسته ترین شخصیت های انقلاب مشروطه به شمار می آید، به ویژه اینکه آدمی است که درس دیده غرب است. ولی با آوردن نیروی مسلح بختیاری به تهران و ماندگاری اونها در تهران در همون سالهای آغازین و نیاز به این، یعنی ببینید واقعیت جامعه ایران در این است که یک دولتی به وجود آمده به نام دولت مشروطه ارتش نداره و خیلی زود متوجه می شود که این دولت مشروطه با توپخانه محمد علی شاه به کمک قزاقان روسی می تواند واژگون بشود و سپس به یاری نیروهای مسلح تبریز و گیلان و بختیاری ها دولت محمد علی شاه رو واژگون میکنه. ولی نیروی نظامی نداره. درست در همین زمان است که محمد علی شاه به یاری روسا در سودای برانداختن مشروطه است و محمد علی شاه از چه کسانی بهره میگیره؟ از نیروهای ایلی ترکمان، از دسته ای از گروه های ایلی کرد و لور، اونها رو گرده هم در میاره، به اونها پول میده و از راه کردستان یکی از برادرانش وارد ایران میشود، خود او از راه ترکمان صحرا وارد ایران میشود و کوشش میکند دولت مشروطه رو براندازد. دولتی که به وجود آمده بود برای پایان دادن به
یک ساختار ایلیاتی، حالا باید از یک دسته ایلی، بختیاری ها و دیگران و بخشی از کردها در مقابل دسته های از کردها و لورها و ترکمان های ایلی برای پاسداری از مشروطه پشتیبانی بکنه. راه دیگری هم نبوده. بنابراین ما با این بحران روبرو هستیم که انقلاب مشروطه آغاز پایان حکومت ایلی در ایرانه، ولی پس از چیرگی مشروطه خواهان بر محمد علی شاه و گرفتن تهران، حکومت ایلی همچنان ادامه داره. ساختارهای ایلیاتی از ایران رخت بر نبسته و همچنان جنگ ایلی در ایران وجود داره و در گوش و کنار ایران شاه سبنها از اون سوی شورش بخشی از کردها به رهبری اسماعیل آقا سینکو، در جنوب ایران مهمتر از همه اینها خزعل و دیگر گروه های هوادار او، و همچنین در گوش و کنار ایران دسته های ایلی دیگر از جمله در خراسان. و این است که ما با این گرفتاری ماندگار ایلیاتی در ایران روبرو هستیم و به نظر می آمد که این پایانی نخواهد داشت. بفهمید آقای امینی، در دوران رضا شاه بسیاری از گروه های عشایری سرکوب شدند و برخی از سران اونها رو اعدام کردند. بله. مثلا پدر دکتر بختیار یکی از اونها بود. بله. و دیگران. آیا این دسته های عشیره‌ای پس از دوران رضا شاه دوباره قدرت گرفتند؟ ببینید، در دوران رضا شاه یکی از برجسته ترین کارهایی که به راستی باید امتیاز اون رو به رضا شاه داد و در این هم درنگ نداشت، که رضا شاه بانی یک ارتش واحد در ایران بوده و اصلا کشور مدرن رو بدون ارتش واحد نمیتوان ایجاد کرد. برخی میگویند که در مدرنیته دو چیز در انحصار دولت است: ارتش و اعدام. و به این معنا که کشتن آدم ها انحصار دولته، داشتن نیروی نظامی، نیروی رسمی مسلح انحصار دولت است. ما در ایرانی که در آستانه فراز رضا شاه به پادشاهی با اون روبرو بودیم، این انحصار رو نداشتیم. دولت قاجار و دیگر دولت های ایلی در ایران به ناچار بر نیروهای مسلح عشیره‌ای، گروه های قبیله‌ای، ایلیاتی، بر برده اونها در واقع فرمان روایی خودشون رو استوار کرده بودند. از اونها میخواستند که شرکت کنند و از این پادشاهی پشتیبانی کنند. در دوران پیش از اسلام به گونه دیگری این، پیش از آمدن اعراب به ایران، به گونه دیگری این پدیده در واقع شکل گرفته بود، به این معنا که شاهنشاهی در ایران در برگیرنده گروه‌هایی بود از شاهانی که مرزهای ایران رو ازش پاسداری می‌کردند. این مرزداران ایران، اشترپاونان، اینها که وقتی به زبان به یونانی رفته به ما بازگشته، به اونها ساتراپ بگوییم، اینها کشور رو حفظ میکردن با اون دولت مرکزی که حالا در پایان کار ساسانیان بودن. در دوران پس از اون ما با جامعه ایلیاتی روبرو هستیم. این جامعه ایلی پادشاه بر گرده نیروی جنگی عشایر لشکرکشی میکنه. اونها هستن که خدمت میکنن به این نیروی جنگی پادشاه. و این در دوران قاجار رو هم نگاه میکنیم همین است. در دوره قاجار نخستین کوششی که برای ایجاد یک نیروی نظامی غیر ایلی در ایران میشود، ساختن قزاقان است، یعنی پدید آوردن نیروی قزاق که در دوره ناصرالدین شاه پس از سفر او به روسیه و دیدن نیروی قزاق شکل گرفت. و این شکست نیروی قزاق در انقلاب مشروطه نیروهای دیگر ایلیاتی رو وارد پایتخت کرد و این ضربه زد، ناتوان کرد انقلاب مشروطه رو.
من اصلا ایراد نمیگیرم که چرا بختیاری ها به تهران آمدن. اگه بختیاری ها نمی آمدن، تهران در دست خودکامگان دشمن مشروطه باقی میمان. اما اونها ماندگار در تهران شدن و ساختارهای ایریاتی همچنان ادامه پیدا کرد و این گرفتاری است که ما در تاریخ دوران مشروطه داشتیم. آقای امینی، به این ترتیب هنوز میتوان لایه‌هایی از عشایر رو در به حال کوشش های جامعه مشاهده کرد؟ در امروز یعنی در واقع بله. یا در دوران پس از مشروطه؟ دوران پس از مشروطه تا کنون. بله، در دوران پس از مشروطه تا دوران رضا شاه در واقع این چالش های درگیری عشیره‌ای در ایران ادامه پیدا کرد و یکی از بزرگترین گرفتاری های دوران رضا شاه در این بود که چگونه به این پاسخ بدهند و راهی جز خشونت نیافتند. یعنی دوران گفتگو نبود. اسماعیل آقای سیمکور رو در آذربایجان با خشونت سرکوب کردند و در لرستان امیر احمدی سرکوب های خیلی زیادی کرد و قصاب لرستان معروف شد و به ویژه در اونجا به خاطر اینکه وقتی میخواستن خزعل رو از کار میاندازند، یعنی اون گروهی از عشایر عرب رو که پیرامون خزعل، پیرامون تیره ایلی خزعل جمع شده بودن، اونها رو بیاندازن، راه رسیدن ارتش مرکزی ایران رو، حالا ارتشی هم که نبود، نیروی برگزیده بود از سوی تهران به سوی خوزستان میرفت، در بهبهان و در چهارمحال گروه های ایلی گرفته بودن و در اونجا کشتارهای زیادی شد و درگیری های زیادی و پس از اون هم ادامه پیدا کرد. شورش های دیگری در گوش و کنار ایران درگیره. حتی در دوران همون آغاز کار که هنوز رضا شاه نشده بود در خراسان، هنگامی که پسیان قیام کرد، سرکوبی پسیان با کمک گروه های ایلی خراسان بود. در خراسان ما با دست کم 200 گروه عشیره ایلی رو گروه هستیم. حتی امروز هم بازمانده های اونها موجود هست در خراسانی که پایگاه به اصطلاح فارسستان، فارس زبان فارسی بوده. و بنابراین ما با یک گرفتاری بزرگ چالش های ایلی در دوران رضا شاه رو بودیم و این بخش از کار رضا شاه رو من کار ناچار میدانم. یعنی راه دیگری برای اینکه بتوان ایران رو یک پارچه کرد و مدرن کرد و ارتش واحد ایجاد کرد جز درگیری با عشایر نبود. حالا اینکه چه میزان کشتار و چه میزان سرکوبی لازم بود، اون به بحث تاریخی است که باید بهش پرداخت. من رشته کارم در واقع این زمینه نیست، ولی میدانم که پیدایش دولت مدرن بدون سرکوب نیروهای مسلح منطقه‌ای غیر ممکنه. یعنی شما نمیتوانی یک دولت مدرن بسازی ولی در داخل دولت مدرن 50 گروه مسلح ایلی داشته باشید. عملی نیست، غیر ممکن. گاه میتوانی رو با گفتگو به انجام رسانید، ولی در ایران با گفتگو به انجام نرسید، با سرکوب و خشونت به انجام رسید و همچنان این کینه و این در واقع انتقام در میان خیلی از کسانی که در این 100 سال گذشته در پیدایش دولت مدرن مورد سرکوب قرار گرفتند، در راستای سرکوب ایلیاتی، سرکوب ایلی عشیره‌ای همچنان پابرجاست. ولی برگردیم، اگر به درستی به تاریخ نگاه بکنیم، برای پیدایش دولت مدرن راه دیگری جز خلع سلاح عشایر در ایران وجود نمی داشت. در پایان آقای امینی، میشه گفت که این تضادها و چالش هایی که گاه گداری اینجا و آنجای جامعه فوران میکنه، این هنوز یعنی استشمام وجود ایل رو میتوان دریافت؟ تو کاملا درست میگید جناب مهری. یعنی هنوز هم ما با کوشش برای ایل سازی، قوم سازی روبرو هستیم.
راستی های تاریخی گواه بر این است که در این دوران مدرن رفته رفته با شهرنشینی، با آمیزش مردم از هر گوش و کنار ایران با یکدیگر، اون چیزی که ابن خلدون به اون عصبیت میگوید و بنیاد وفاداری بیهیل اون رو میشناسه، عصبیت، اون از میان رفته. سلسله مراتب عشیره‌ای هم در خاندانهایی که شهری شدن، خانوادهایی که شهرنشین شدن، از میان رفته. ممکن است کسی بگوید که من شاه سبن هستم، من قشقایی هستم، من بختیاری هستم، ولی سلسله مراتبی درش وجود نداره. یعنی یک خانواده شهرنشین شده شیراز از سیر و تبار قشقایی هیچ وفاداری نسبت به اون سلسله مراتب کهن قشقایی احساس نمیکنه. در بخشی از ایران که شاید دیرپاترین بخش ایران برای ماندگاری این نوع ساختارهای ایلیاتی بوده، یعنی کردستان، ما با فروپاشی این نوع وفاداری ها رو برو هستیم. یعنی با پیدایش شهرهای بزرگ در کردستان، با روابط بازرگانی گسترده میانه کردستان ایران و بخش‌های دیگری از ایران و از جمله کردستان ایران با عراق، ما با فروپاشی برخی از اون وفاداری های تاریخی ایلیاتی رو برو هستیم. به این معنا نیست که این فرهنگ ایلیاتی از ایران رخ بربسته، چون در سپهر سیاست ادهی به اون دامن میزنن، از اون بهره میگیرن، میایند و از گرفتاری بزرگی که دولت شیعی جمهوری اسلامی در میان شهروندان سیستان به وجود آوردن که اهل سنت هستن اساساً، بخشید بلوچستان، از اونها بهره میگیرن و این رو بزرگ میکنن برای دامن زدن به جنگ ایلی. و در کردستان هم همینطور. به داوری من دوران فرهنگ ایلیاتی در ایران به پایان رسیده و اگر دخالت خارجی در ایران نباشد، ما با پدیده های قومی در ایران روبرو نخواهیم بود. تصور این که مردم گیلان خودشون رو بخشی جدا از ایران بدانند، یا مردم مازندران، یا دیگر مثلا بختیاری و قشقایی، اصلا قابل فهم نیست در ایران امروز. اما از بیرون ایران برای درگیری با جمهوری اسلامی به این دامن میزنند و از همه اینها مهمتر خود حکومت اسلامی و کسانی که گروه های اسلامگرا هستند. هفته پیش به نهضت آزادی پرداختم. اینها با برجسته کردن اسلام و به ویژه تشیع یا شیعه‌گری دامن میزنند به این درگیری های ایلیاتی در جامعه ایران. خب آقای امینی عزیز، وقت ما به پایان رسید. یک دو دقیقه وقت داریم. خب دو دقیقه وقت داریم. پرسشی هست از حق ما نخورید دیگه. بله. نه متوجه نشدم، ببخشید. گفتم پرسشی اگر هست از سوی دوستان مطرح کنید که از حق ما خورده. یه پرسشی بود از سوی یکی از هممیهنان که من برای شما هم فرستادم، ایشون برای من و شما فرستادن، در مورد شعبان جعفری. بله. بفرمایید. من تو که غذای من نیست. شما خب پس من دیگه بعد من خودم میگم و پاسخ میدم و تمام میکنم. ایشون پرسیده بودن که شعبان جعفری چقدر پول گرفته از شاه پس از 28 مرداد. من پاسخم این است که من آگاهی از میزان پول ندارم. میدانم که نزدیک به 19 نفر بر پایه فهرستی که در کتاب سوداگری با تاریخ ما بردن مدال گرفتن، نشان گرفتن از شاه و برخی از اونها زمین گرفتن. حالا میزان پول مهم نیست، به اونها باقهایی داده شد، ولی شعبان جعفری مهمترین درآمدش از راه پشتیبانی بود که پس از اون از اون باشگاهی که داشت به دست می آورد. دولت گذشته ایران چندان پول بده نبود و محدود پول می داد.
ولی به هر روی اونهایی که در جریان 28 مرداد نقش داشتن به جایی هم رسیدن و این رو شعبان جعفری در یاد ماندهش گفتگوهایی که با خانم هما سرشار کرده خب به درازا توضیح میده، برخی از اونها هم توضیح نمیده که من در کتاب سوداگری با تاریخ اونها رو آشکار کردم. خیلی ممنون آقای امینی عزیز. سپاسگزارم. من سپاسگزارم. شب و روز شما خوش تا هفته آینده. با سپاس از کارگردان برنامه آقای امیر عزیز و شنوندگان وفادار تلویزیون اندیشه.